هر آقای وحید کاظمی هفته 24 استقلال و شمس آذر با تیم داوریشون ساعتی پیش اتفاق افتاد. بله. بازم تشکر میکنم از همکارانم که خیلی سریع تصاویر رو رسوندن. خطا نبود؟ اینجا یه سر به سر شدن و داورم خیلی سریع بازی رو متوقف میکنه و از کادر پزشکی درخواست ورود میکنه. اینجا جفت بازیکن هیچ کدومشون ضربه سر رو اول نمیزنن که مثلا بگیم منجر به خطا بشه. خیلی اتفاقی همزمان برای زدن به توپ و قانون میگه چون سر ضربه خورده بازی متوقف میشه و سریع کادر پزشکی میزنه. دقیقاً. چون سلامت بازیکن در خطر. پس پنالتی نبود. نه اصلا. به هیچ وجه. بریم سراغ بخش بعدی، صحنه بعدی. نه اینجا هیچ خطایی رخ نداد. اصلا خود کمک داور می از بغل خیلی قشنگ داره صحنه رو میبینه. یه دستی میذاره ولی اگه قرار باشه این دستا رو داور خطا بگیره خیلی از این صحنه زیاد اتفاق میفته. پس ادامه بازی درست بود. صحنه بعدی اینجا هم عرضم به خدمت شما اینجا ضربه رو مدافع میزنه. آره دیگه خودش هم اینجوری خودش هم بعد از دفع اینجا اگر داور یه ذره میتونست از روانشناسی استفاده کنه حرکت بازیکن میتونست کورنر بگیره. پس کورنر بود. بله کورنر بود. صحنه بعد رو ببینیم. هند نبود. هند مدافع رو گرفتن. ها این صحنه رو من دیدم. اشتباه تصویر گرفتن. هند بود. بله بله الان متوجه شدم کدوم صحنه هستش. این صحنه اصلا فنیه. توپ به دست مدافع نکنه. نگاه کنید دستش یه حالت شاید غیر طبیعی داره ولی خیلی فاصله داره و داور متأسفانه آقای کاظمی اینجا اشتباه برداشت کردن. فکر کنم اصلا خطای دید بوده. مسیر توپو نگاه کنید هیچ تغییری نکرد. آره خطای دید و اینجا کمک خیلی خوبه که کمک شما حساب کنید اگر این توپ کاشته گل میشد خب دردسر ایجاد میشد واسه بازی. بهترین جایی که کمک داور میتونه کمک مهم اینه که در نهایت تصمیم درست. تصمیم درست گرفت. بریم صحنه بعد. آفساید اینجا را من خوب یا خاطرم هستش. بله لحظه زدن ضربه کمک داور قشنگ تشخیص میده که جلوتر قرار داره. اگر نسبت به سایه روشن بله بله نگاه بله بکنین مهاجم به سایه بله روشن بله نزدیکتر است. آفساید بله بله. مونت آفساید. صحنه بعد پس تصمیم داور درست. بله. خطا نبود. اینجا من اولی یا دومی آخری رو مد نظر اون جایی که بازیکن میفته اینجا دست بازیکن شمس‌آذر به صورت روزبه چشمی اگه اشتباه نکنم اینجا اگه یه بار دیگه تصویر جلو رو به من نشون میدادن خیلی بهتر بود. بغل نتونستم خوب تشخیص بدم. الان ما اگر امکانش باشه میدونم سخته چون بازی هم امروز بوده. بله نه آقا بتونن... ما باید به احترام هوادارا فرقی هم نمیکنه پرطرفدار باشه یا کمتر. اینجا نگاه کنی اصلا دست مدافع میخوره به صورت آقای چشمی و خطا. باید اینجا خطا اعلام میکرد و حتی میتونست کارت زرد هم بده. پس صحنه بعد بله اینجا من با پنالتی که آقای کاظمی گرفت موافق نیستم به این دلیل که مدافع و مهاجم هر دو دارن شونه به شونه هم حرکت میکنن. تصویر پشت دروازه قشنگ نشون میده که مهاجم دستشو دست مدافع رو گرفته. در ادامه خب این تصور به وجود اومد که خطای بالاتنه رو آقای داور گرفته و کارت زرد داده. اگر اینجا رو میگی؟ بله بله نیا کنین دست مهاجم و دست مدافع طبیعیه. در ادامه مهاجم میاد در مسیر مدافع قرار میگیره. پس تصمیم نتیجه؟ اگر داور اگه بالاتنه رو خطا میگیره باید کارت قرمز میداد به مدافع. اولا که من با پنالتیش موافق نیستم. خب. حالا که ایشون پنالتی رو گرفته با کارت زرد رفتن جریمه کردن. که اینجا وقتی که جدال رو توپ نباشه چون بالا تنه داره خطا انجام میشه میشه قرمز. اما تا یه صحبتی که من با ایشون داشتم گفت یه برخوردی هم تو پا اتفاق افتاد موقعی که هم بالا تنه هم پایین تنه در یک آن این دوتا خطا اتفاق میفته میگن بالا تنه رو در نظر نگیره میگن خب یه درجه چون پنالتی میگیرین یه جریمه سنگینیه دیگه نیازی نیستش وقتی که خطای پایین تن هم اتفاق افتاده شما کارت زرد بدین. دلیل کارت زردشون اینجا ایشون به این دلیل دادن ولی نظر... کلا من با پنالتیش اصلا موافق نیستم. آقای فضلی پنالتی که آقای وحید کاظمی گرفتن درست نبود. نبود بله. خیلی هم بریم سراغ ادامه. بله توی این صحنه اگر دقت بکنین اینجا بله مدافع میاد توپو شوت بکنه دور برای بکنه برای دفع توپ بازیکن مهاجم آقای هربنی زودتر میاد به توپ ضربه میزنه. خب اینجا به قول معروف زیرکی و باهوشی هوش بالای مهاجمه که خودشو به توپ میرسونه بله. ولی در ادامه مدافع حالا یه تصویری که از پایین به صورت HD اونو خیلی واضح نشون میداد که مدافع پای مهاجمو میزنه. این صحنه پنالتیه.
قبل از اینم یعنی اینجا این پنالتی رو باید میگرفت به نفع تیم استقلال. هردانی پنالتی شد. پس این صحنه پنالتیه. این صحنه پنالتیه. اون نبود این پنالتیه. اما دوربین پایین که حالا اینجا. میگم احتمالاً به خاطر اینکه زمان انتخاب صحنه خیلی کم بوده، محدود بوده، اینجا قبلش پای آقای هردانی هم یه برخوردی رو میکنه به پای مدافع. تو اون دوربین پایین خیلی کامل اینو نشون داده. ولی چون این برخورد خیلی به قول معروف ناچیزه، یه سطحیه، سایشه، یه سطحیه، نمیشه اونو بگیم آقای هردانی با استوکیشون خطا کرده. خیلی اختلافات نظر نهایی شما این که پنالتی. پس پنالتی. یه صحنه رو من به دوستان دادم اگر بتونن در انتها نشون بدن چرا داوره بین‌المللی اتفاقی که رو بازی پرسپولیس و گلر پرسپولیس و بازی ملوان اتفاق افتاد. فرصت‌های بعدی حتما. اون خیلی واجبه که اینو نشون بده که بازی هفته گذشته میگفتن چرا دروازه‌بان توپو دور کرده در ادامه پاش رفت روی پاشنه پای مهاجم ملوان. گفتن پنالتی. ملوان میگفتن پنالتیه. در صورتی که همچین چیزی نداره. یعنی به فیفا میگه که این صحنه این برخورد پنالتی نیست. زمانی پنالتیه که بازیکن از روبرو بیاد و مدافع و مهاجم رو ببینه. اگه از بغل پشت بیاد نمیتونن کاری بکنن. متوجه شدن. شما تو همین برنامه گفتن کارشناسون که پنالتیه، پس شما میگید اگر اون طبق تفسیرهای جدیدی که جدیداً برای داور بین‌المللی گذاشته فیفا این صحنه اصلا پنالتی نیست. من نمونه بارز کلیپاش هم نشون دادم. کارشناس اومدن گفتن پس چرا اینجا میگین پنالتیه؟ اینجا تفاوتش با اون صحنه پرسپولیس ملوان اینه که اونجا مدافع توپو میزنه در نیمه دروازه، توپو میزنه در ادامه پاش میره رو پای مهاجم، اینجا مهاجم توپو میزنه. فرق این دوتا اینه. اینجا اگر بازیکن شمس آذر ابتدا توپو میزد بعد پای آقای صالح هردانی مورد اصابت قرار میداد مثل همون صحنه بود میگفتیم ادامه، ولی اینجا مهاجم زیرکی که زودتر به توپ رسید. خیلی هم خوب. پس پنالتی به نفع استقلال اینجا باید گرفته میشد پنالتی برای استقلال. البته داورم اشتباه کرد، فکر کرد که مثلا خطای مهاجم آوانتاژ داشت، در صورتی که اینجا خطایی رخ نداد. و برخوردی که اینجا به وجود میاد اینجا کارت زردم میزنه و کارت زرد خود بازیکن‌ها معمولا این حرکت رو انجام میدن، ولی استقرار مدافعینی که من میبینم که نه، همون ادامه اعلام خطا به نظر من کفایت میکرد. بله خیلی هم خوب. بله بریم سراغ صحنه بعد. برخوردی که اینجا توپ اینجا هم به نظر میاد سوال ما از شما اینه که کورنر بود. بله به نظر منم اینجا اجازه بدین خب خیلی سخت از این زاویه بشه تشخیص بده. ببین از این دوربین مشخص میشه کی ضربه سر میزنه. من واقعا احترام میذارم به تصمیم دوباشون، از اینجا نمیشه خیلی خوب تشخیص داد کی ضربه سر رو مدافع میزنه یا مهاجم. از زاویه منم بله از زاویه نمیشه تقارن برقراره. از اینجا تشخیصش سخته. صحنه بعد اینجا ببینید دستی که مدافع میذاره روی کمر مهاجم اون نیروی زیاد و فشار بازره در رو من در حدی نمیبینم که بشه متقاعد بشه واسه اعلام پنالتی و هیچ وقت این هل دادن رو روی صحنه آهسته نباید کارشناسی کرد چون مدت زمان فشار رو اون هل دادن رو بیشتر نشون میده صحنه اسلو موشن و این القا میشه به بیننده که و کاش آقای یه ذره نزدیکتر بود بهتر بود ولی مثلا رو ختم بود جلوی دیدش که مسدود نبود که نبوده. بگیم مثلا زندگی که خب کمک ببینه. اولشون هم به نظر مسلط روی صحنه کمک نمیتونه این دستو خیلی خوب ببینه چون دست پشت مهاجم قرار داره. دستی رو میتونه ببینه که عمود باشه. دست نیست جا نه ادامه بازی پس ادامه من با پنالتی موافق نیستم. موافق پس تصمیم داور درست. خیلی خوب.